خب سلام چطور دوستان من آریانم امروز اومدیم در مورد این حرف بزنیم که اسکیت چرا فقط یه ورزش نیست اسکیت یه چیزی فراتر از ورزشه فقط ورزش معمولی نیست نه تنها اسکیت این چیزایی که میخوام بگم تقریبا برای همه ورزش های نمایشی صدق میکنه ببینیم شما برین از هر کسی که اسکیت واقعا عشق و علاقه شه. با عشق و علاقه اسکیت رو داره تمرین میکنه بپرسید مثلا دو تا انتخاب جلوش بذارید که مثلا این دختری که مثلا خیلی دوست داری یا پسری که مثلا باهات باشه ولی به شرط این که اسکیت نکنی این کار اصلا انتخاب نمیکنه یا اینکه مثلا این ماشینی که خیلی دوست داری 600 میلیون بیا برای تو به شرط این که دیگه مثلا اسکیت نکنی هیچ وقت بازم همچین کاری نمیکنه اسکیت رو انتخاب میکنه خب پس قطعا اسکیت یه چیزی فراتر از ورزش باید باشه که شما اسکیت رو ترجیح میدین نسبت به مثلا اون ماشینی که 600 میلیونه این فرابودنش چی هست از کجا میاد اسکیت چجوری سیستم شما تلاش میکنی تلاش میکنی تلاش میکنی هی نمیشه هی نمیشه هی نمیشه صد بار هزار بار نمیشه یوهو تو دفعه هزار میشه موفق میشی وقتی که مثلا انقدر تلاش کردی که حرکت رو بزنی و یوهو موفق شدی یه حس عجیبی میده یه حس خیلی قشنگی میده که تو بالاخره بعد این همه تلاش اونو به دست آوردی و همین حس است که آدم های میره میره جلو میره جلو میره جلو دیگه معتاد این حسه میشه اصلا در صورتی که باید هر روز اسکیت کنه یعنی باید هر روز اون حس رو داشته باشه لند کنه کاراش رو انجام بده که قشنگ یه حس خوبی داشته باشه آرامش داشته باشه خیلی خیلی این چیزا از کسایی میاد که آرامش ندارن آرامش ندارن نمیدونم مشکلاتی دارن یا یه چیزی خیلی تو زندگی براشون مثلا مهم بوده یا یه چیزی قبلا خیلی براشون مهم بوده نتونستن به دستش بیارن حس به دست آوردن اون مثلا نداشتن خیلی اسکیتر رو اینطوری من خودم میشناسم حالا هر ورزش نمایشی اون چیزی که خیلی براشون مهم بوده رو نتونستن به دست بیارن اومدن با اسکیت و این چیزا آشنا شدن بعد اون حس به دست آوردن از اسکیت میگیر آدم واقعا و حس بی نذیره. این بر همینه که آدم متاد اسکیت میشه اینه که آدم میاد هی hey, تمرین میکنه تمرین میکنه حرکت میزنه 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 بعد بزنه که حس خوب بهش دست بده و اینکه بعضی روزا دقیقا برعکسه این حس مثل شمشیر است اسکیت یه جوریه که یه روز شما میای میبینی هیچی لند نمیشه مثلا شاید کیک فیلیپ چش بسته بزنه ولی بیا هر کاری کنی عالی هم حتی دیگه نتونستی لند کنی مثلا اصلا میگه اون روز روزت نیست این دقیقا این روز آدم احسابش داغون میشه اصلا آدم نابود میشه احسابش مثلا یهو میبینی دو روز سه روز آدم اسکیت نمیکنه اصلا افکارش به هم میریزه پریشون میشه اصلا افسورده میشه مثلا خیلی آدم اساسش خوب میشه چون که متاد در واقع حس خوب لند کردن تیریک به اسکیت شده متاد اون حسه شده اون حسه رو باشه که آرامشش رو داشته باشه من خودم به شخص همینم شدیدن متاد اسکیتم یعنی اگه چند روز نباشه اصلا اسکیت نمیتونم نمیتونم واقعا اصلا آدم اصابش به هم میریزه میدونی باید حتما اسکیت کنه اینه حقیقتا اسکیت یه چیز خیلی قشنگیه چیز عمیقیه یه حس عمیقی داره یعنی شما عشق و علاقه به اسکیت عشق تا قلبون حسی که از اسکیت میگیری یه حس خیلی قشنگیه و اینه که همه هم نمیفهمن اینو این یه دلیل اینکه مثلا ما اسکیترا یا هرچی با پوز را مشکل داریم یه جورا انگار دارن به این دنیای قشنگ مثلا بی احترامی میکنن مسخرش میکنن چون این حسی حسی که مثلا پوزرو و کسایی که مثلا برای سیس اسکیت گرفتن ندارن درکش نمیکنن دقیقا بحث بحث همون حسه و رسیدن به هدفته که اون حرکت رو بزنی وگرنه واقعا یه چیز خودتون فکر کنید یه حرکت احمقانه ایه که شما مثلا چند ماه وقت بذاری هی hey, صدمه ببینی صدمه ببینی داغون بشی هی hey, صدمه ببینی ولی باز هی 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 بری یه کار انجام بدی که بالاخره اون حرکت رو بزنی حالا اون حرکت چقدر سه ثانیه یه ویدیو سه ثانیه فوقش چهار پنج ثانیه این همه تلاش کردی مثلا زخموزیلی شدی آسیب دیدی به خاطر یه چیز سه چهار ثانیه ای علکی مثلا چیز عقلانیه بحث دقیقا بحث هم و حساس. و چیزی که میخوای بهش برسی هدفه اون تیری که هدفته خب کل ویدیو همین بود اسکیت کنید تمرین کنید هی hey, تمرین, کنی, تمرین کنید تمرین کنید هر بهتر و بهتر میشین لایک هم یادتون نره سابسکرایب و این حرفا تا ویدیو بعدی وو.